استریم آپدیت 2.8 احتمالا یکی از خاطر انگیزترین استریم های گنشین ایمپکت میشه و نه به خاطر محتوای جذابی که رونمایی شد. نه نه نه، بذاریم بهتون بگم چه اتفاقی افتاد که حتی خود گنشین شرمسار شد و ویدیو این استریم رو از روی تویچش پاک کرد. ببین اول استریم اینطوری شروع شد که این استریم هی داشت لگ میزد، هی داشت لگ میزد، یعنی من اصلا هیچی از اون اول تریلر بازی نفهمیدم چه خبر. از اونجایی هم که ایرانی هستیم گفتیم آقا منطقا اینترنت ما بده دیگه و شروع کردیم فحش دادن، خدا لعنت کنه اینترنت و خدا لعنت کنه فلان چیز و. اما یه دفعه چشمم به چت خورد، دیدم همه دارن گریه میکنن و میزنن تو سر خودشون. گفتم یه لحظه فکر کردم انگار مشکل از ما نیست و نگاه کردم دیدم نه، مشکل از اینترنت گنشین پکته و نه تنها اون، بلکه تنظیمات او بی اس هم اشتباه زده بودن، هی داشت اینترنت بدجور لگ میخورد. کیفیت چی؟ 144 پیکسل. و ممکن فکر کنین این اول این کل ماجرا این بود، اما در اصل این اول ماجرا سن نیست. آقا بعدش اینا شروع کردن به صحبت کردن، این قشنگ از حرفاش معلوم بود که حرف برای گفتن کمه. اینا میخوان 40 دقیقه رو پر کنن، داشتن چرت و پرت میگفتن. و نقطه اوج ماجرا اونجا بود که یه جا این ترولر افتاد تو آب، یه دفعه همهشون این چی شروع کردن و خندیدن. من اینطور بودم که what the fuck، یعنی چی این ترولر افتاد تو آب اینقدر دارید میخندید، یعنی چی این قضیه what، یعنی اینقدر دیگه محتوا کم شده دیگه اینقدر. بازم این انتهای کار نبود، یه اتفاق جذاب دیگه تو استریم میافتاد، زمان هی برمیگشت به عقب. یعنی تو یه جا رو نگاه میکردی، یه دفعه استریم 5 دقیقه برمیگشت عقب، دوباره باید بیانات گوهربار این مجریان عزیز گوش میدادی و هی گوش میدادی و هی گوش میدادی. و اما آخرین اتفاق جذابی که اتفاق افتاد، آقا آخر استریم شد، اینا گفتن آقا فقط یه حرف آخر مونده بزنیم. ما هم گفتیم که احتمالاً سومرو دیگه. یه دفعه گفت آلبوم جدید گنشین ایمپکت. و همه اینطوری بودیم که وات اسکارمون کردی، همه اعصاب خراب بود. بعد یه دفعه خدافظی کرد، صفحه سیاه شد. اما صفحه سیاه شد، یه نفر شروع کرد به صحبت کردن، در مورد جنگل، در مورد بیابون، در مورد دانش. و اینطوری بودیم که او مثل این که گنشین میخواست سپرایزمون کنه، اصلیه رو گذاشته بود آخر سر. یه دفعه تسبیح رفت داخل، یه عکس از سومرو اومد. چه اتفاقی افتاد بعدش؟ استریم برگشت به اولش. استریم دوباره از اول شروع شد و ما اینطوری بودیم که فاک، از اول بیایم یک ساعت نگاه کنیم چرت و پرتا رو تا برسیم به تهش. به صورت کلی این اتفاقات واسه شرکت خیلی بزرگ خیلی زشت هستند و احتمالاً چند نفر قرار اخراج بشن بالاخره بعد از این همه استریم های اشتباه. اما خب اینا مهم نیستن، اصلا نگران نباشید و من گشتم همه محتوای جذاب و جدا کردم و در ادامه ویدیو میبینیم. اول بریم سراغ تریلر استریم گنشین ایمپکت 2.8. Let's go. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. That's it. I'm taking this case over. Yeah! Fracture! Can't fool me! When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Praise be to the princessin who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, your highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? Stop calling me that weird name.
magic. What? Excellent, most excellent. Official? That's enough. Come on, just play along. دوستان یادتون نره که ستاره دمشن کد وارد کنید حدود 300 تا پریموجن میشه و احتمالاً 12 شب امشب منقضی میشن. پس عجله کنید این سه تا کد رو وارد کنید. داخل دیسکریپشن احتمالاً هستش. اما بریم سراغ آپدیت 2.8. این آپدیت تم جزیره‌ای داره، دقیقاً عین آخرین آپدیتی که قبل از اومدن اینازوما اومدش و قراره که دو تا داستان کلی رو داخل این آپدیت دنبال کنید. یکی داستان دنیای تخیل فیشل هستش که احتمالاً یک سری رفرنس‌ها با هونکای ایمپکت داشته باشیم و دومی داستان هنر شمشیرسازی گمشده خانواده کازوها هستش. احتمالاً این ماجرا رو هم میفهمیم که کازوها چطوری میتونه دوتا عنصر کنترل کنه. چطوری؟ کاراکتر جدیدی که این آپدیت میخواد بیاد هیزو هستش، دوست کازوها. در مورد قدرتاش حرفی نزدن و اگر هم که زدن اینقدر لگ داشت که من چیزی نفهمیدم، اما میتونید کلیپش رو الان ببینید. اویا؟ ننداگا جیکن نو نیوی گا سر. اما بحث جذاب بنرها، بالاخره کازوها اینجاست و بنر اول هم هستش. اورا. در مورد کازوها بهتون بگم که ببین دوستان، شما چه قدرت واسهتون مهمه، چه زیبایی واسهتون مهمه، بهتره که برای کازوها بیش بزنید و نه تنها یک بار هم بیش بزنید، هر چقدر بیشتر بزنید بهتره. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هفت بار. میدونید این کازوها کلاً چیز خوبیه، کلاً چیز خوبیه. اما دو تا کاراکتر بعدی کلی و یویمیا، بذاریم باهاتون صادق باشم، از نظر قدرت من خیلی نظرات بدی دارم راجع به کلی و یویمیا، اما از لحاظ زیبایی خب یک الف کیوت داریم و یک بیگ بوبا داریم. دیگه تصمیم با خودتونه، دیگه این زیبایی مهمه یا عدم قدرت، خودتون تصمیم بگیرید. اما ایونت ها اصلیاش آخر سر میگم، اول بریم اون چیز الکی ها. یه ایونت تیپات داریم که یه باز زمین جدید میخواد بیاد، زمین خیلی جذاب و داخلش احتمالا یک سری جنگ و اینها هم خواهیم داشت. ایونت دوم ایونت پازل هستش، این پازله رو باید حل کنیم، چرخنده رو بذاریم، هیچی نظر خاصی ندارم من. اما ایونت سوم که خیلی جذاب، ایونت کوآپ، ایونتی که با دوستاتون میتونید بازی کنید و خیلی حالات مختلفی هم داره و اینطوریه که یه سرش با قایق، یه سرش گلاید کردن، یعنی پرواز کردن چیزاست و این به نظرم خیلی جذابه و این آپدیت یه ذره تکون میده، شاید نقطه عطف این آپدیت باشه و خیلی خوبه. اما ایونت اصلی این آپدیت یک جایزه خیلی خاص داره. ایونت اصلی همون داستان تخیلی فیشله و جایزش اسکین رایگان فیشل هستش، بسیار جذاب. و در همین راستای اسکین ها، اسکین پولی دیلو که میخواد بیاد 25 دلار. این اسکین اولین اسکین 5 ستاره بازیه. اسکین 5 ستاره چیه؟ یعنی که افکت های خاصی داره که نمیدونم چون افکتش نشون ندادن، اما ظاهرا اگه اسکیل بزنی یا برست بزنی یه چیزی متفاوت از دیلوک اصلی میبینی. و اینکه رو لباسش هم ویژن نیست. در کل هم که اگه طرح این اسکین رو نکنید خیلی جذاب بود، من که واقعا حال کردم. اما اینجا یه نکته هست، دیلوک کاراکتری که در اصل به درد نمیخوره و پس اسکینش به درد چی میخوره پس؟ اما الان از اونجایی که من دیلوک 33 دارم و شاید خیلی از شما دوست دارید که من اسکین دیلوک رو داشته باشم، بهتون این شانس میدم. اگر این ویدیو رو 100 تا لایک بکنید من اسکین دیلوک میگیرم و حتی داخل فدور 12 هم میبرم، سعی میکنم 900 تارش کنید. ببینیم که آیا دیلوک واقعا کاراکتر به درد نخوری هست یا نیست. هست یا نیست؟ تو کامنت ها بنویسید. خب دیگه بریم سراغ کلیپ سومرو. همونطور که میبینید پشت سر من داره پخش میشه، همونطور که باز هم میبینید مجسمه آرکان ها دوباره میخواد بیاد، شاید استامینای ما دوباره بیشتر میشه، قدرت دویدنمون کی میدونه. و از اون برم یک تو این کلیپ های ذره اکس های سلسیان پشت سر میبینیم. این قسمتی که داریم قسمت جنگلی سومرو هستش، تو آپدیت های بعد قراره قسمت بیابونش اضافه کنن، مسجد میبینیم بعضی جاها. و آره در کل از این کلیپ راضی بودم و امیدوار شدم به سومرو. خیلی محیط جذاب و خاصی داره، سبز، رنگ بسیار جذابیه.
احتمالاً قراره که خیلی خوش بگذره تو سما رو و لذت ببریم. احتمالاً گنشین قرار دوباره زنده بشه برای مدتی و این بسیار عالیه. در انتها دوستان، شما نظرتون راجع به آپدیت چیه و نظرتون راجع به گنشین پک چیه؟ احتمالاً شما که دیر گنشین پک شروع کردین الان خیلی فرصت خوبی دارید که به ماها که خیلی قبل‌تر گنشین شروع کردیم برسید. این سود واسه شماست. اما شما قدیمی ها چه نظر دارید؟ آیا از اینکه گنشین فشارش و حجم کارش کم شده راضی هستید یا نه؟ چون که میتونید یه مدل استراحت کنید. تو کامنت ها بنویسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی. بدرود.